سلام و درود به تمام شما دوستان عزیز. آرشان پارسی هستم، مدیر آیار کیو آر و فعال حقوق دگرباشان ایرانی. در این برنامه میخوام در ارتباط با سایت منجم به خصوص و در کل راجع به سایت های دوستیابی و خطراتی که برای دوستان دگرباش ایرانی است توضیحاتی رو به شما دوستان بدم و خواهش میکنم که اگر خودتون توی اون سایت ها پروفایل دارید بیشتر مراقب باشید و اگر کسانی رو میشناسید که در اون سایت ها هستن حتما به اونها اطلاع بدید و اونها رو از این مشکل آگاه کنید. سایت منجم یکی از معدود سایت هایی هست که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران فیلتر نشده در طول سالیان گذشته. خب این واضح هست که دولت تمام سایت ها رو به سرعت فیلتر میکنه، سایت هایی رو که در راستای اهداف و سلیقه های شخصی خودشون نیست، مثلا سایت های نشریات ما، سازمان ما و خیلی از وبسایت های دیگه سریع در کمتر از چند هفته فیلتر میشه، ولی سایت منجام اینطور نشد. سایت منجام اگه بخوام توضیحاتی رو بدم برای دوستانی که اطلاعی ندارن، سایتی هست که خیلی از همجنسگرایان در اونجا پروفایل دارن، عکس خودشون رو بعضی مواقع میگذارن، مشخصاتشون رو نوشتن، قد، وزن، رنگ چشم و هم دیگر رو پیدا میکنن، دوست میشن، صحبت میکنن و یکی از راههایی هست که توی ایران بتونن همدیگر رو با همدیگه آشنا بشن. و خیلی شگفت‌آور بود که این سایت توسط دولت فیلتر نشد و هنوز بچه‌ها در ارتباط هستن و میتونن توی ایران مستقیم این سایت رو باز کنن. در بعضی مواقع این سایت فیلتر میشه به صورت موقتی و بعد باز میشه، آدرس‌های دیگه‌ای به وجود میاد و میتونن به این سایت دسترسی پیدا کنن. این سوالی بود که چرا این سایت فیلتر نمیشه و بعد از تحقیقاتی که انجام شده به این نتیجه رسیدیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از این سایت استفاده میکنه تا دگرباشان رو شناسایی بکنه. در حدود یک سال پیش یکی از دوستان ما در ایران توسط اداره اطلاعات دستگیر میشه و وقتی که به اداره اطلاعات میره برای پاسخ دادن به یک سری از سوال و جواب ها، آلبوم عکسی رو جلوی اون میذارن که تمامی عکس های بچه هایی که اون میشناخته و بعضی ها رو هم نمیشناخته توی اون بوده. برای ما تعریف میکرد که عکس همه بچه ها، قد، وزن، رنگ چشم، رنگ مو و تمام مشخصات اونها توی اون بود و از اون خواسته بودن که حداقل 10 نفر رو بایستی شناسایی بکنه تا بتونه از اداره اطلاعات خارج بشه. تمام این عکس ها که در اون آلبوم بوده، آرم منجم هم در گوشه بالایی این عکس به چشم میخورده، یعنی تمام این عکس ها رو از اون سایت برداشت دارن. و خیلی از دوستان و همکاران ما در ایران هم گزارش رو تهیه کرده بودن که این سایت به چه عنوانی در توسط دولت استفاده میشه و راه بسیار خوبی هست که بتونن بچه ها رو دستگیر کنن یا حداقل اگه دستگیر نکره اونها رو شناسایی بکنن تا در مورد و در زمان مناسب اگر لازم شد بتونن اونها رو پیدا بکنن. خیلی مواقع هم گزارش هایی داشتیم که همین چت هایی که بچه ها با هم نگی میکنن، چه توی یاهو، چه توی MSN، چه حتی توی منجم و سایت های دیگه، باعث یعنی عملا یک مدرک جرم هست برای اونها. چند تا از بچه ها چندین سال پیش در شیراز دستگیر شده بودن و وقتی که به دادگاه رفتن انکار کردن که اونها همجنسگرا هستن و متن چت اونها رو به عنوان مدرک همجنسگرای اونها ارائه شده بود به دادگاه و اینها نمیتونستن دیگه انکار کنن چون متنی بوده که خود اونها نوشته بودن. پس بایستی خیلی مراقب بود. خیلی مشکل هست احساس تنهایی، نداشتن دوست و نداشتن کسی که آدم بخواد باهاش صحبت بکنه توی ایران کاملا قابل درک و قابل فهم است و تنها زندگی کردن و تنها بودن و همیشه نقش بازی کردن بسیار بسیار بد هست، در این هیچ جای شکی نیست. اما سالم زندگی کردن و امنیت داشتن خیلی مهمتر است. اگر من به هیچ وقت به هیچ کس نمیگم که توی سایت ها عضو بشید یا نشید به دلیل اینکه یک تصمیم شخصی است، یک امر شخصی است و به من ارتباطی نداره، ولی من میتونم به تمام دوستان بگم که بیشتر مراقب باشید. سعی کنید با هر کسی که میخواید ارتباط برقرار کنید اول اون رو بشناسید. فقط به صرف اینکه عکس یک نفر رو میبینید یا اون رو توی وبکم میبینید کافی نیست. خیلی ها بودن که با افرادی آشنا شدن، چت کردن، وبکمش رو دیدن، با هم دیگه صحبت کردن بعد از ماها و وقتی که قرار گذاشتن و سر قرار رفتن توسط دولت دستگیر شدن. خیلی سخت هست و در نهایتش میتونیم این اعلام بشه که این فقط یک ریسک هست. بایستی ریسک کرد. ممکنه بعضی مواقع اتفاقی نیفته، ممکنه بعضی مواقع هم اتفاقی بیفته، ولی مهم این هست که آدم این ریسک ها رو به حد اقل برسونه. از هر راهی که میتونید سعی بکنید اون فردی رو که دارید باهاش صحبت میکنید رو بشناسید.
و اگر توی سایت های مختلفی هستید ببینید خب این دوستتون چه دوستان مشترکی دارید، از اون دوستان مشترکتون بپرسید که آیا این فرد رو میشناسن یا نه، آیا اون رو دیدن یا نه، و وقتی که اطمینان جلب کردید که خطر زیادی شما رو تهدید نمیکنه بعدش ریسک کنید و برید اون رو ببینید. سلامت و امنیت آدم ها خیلی خیلی مهمتر هست. اگر دستگیر شدید و هزار مشکلات دیگه ایجاد شد، اون موقع حتما اعتراف خواهید کرد که ای کاش دنبال دوست نبودم که این اتفاقات برای من نمیافتاد. خیلی مراقب باشید دوستان. اگر شاید نتونم من خیلی توی موارد خیلی کمک کنم به دلیل اینکه سازمان ما و شخصا خود من هیچ کس رو به هیچ کس دیگه معرفی نمی‌کنم، چون نمی‌خوام هیچ مسئولیتی به عهده ما باشه، چون ارتباط ما ارتباط اینترنتی هست و من شاید به هیچ عنوان نتونم تشخیص بدم که آیا این خطری برای فرد ایجاد میشه یا نمیشه، ولی میتونم به همه اگر توصیه‌ای داشته باشید، اگر سوالی داشته باشید در ارتباط با امنیتتون و اینکه چه راههایی میتونید امنیتتون رو بیشتر کنید، خیلی خوشحال میشم که با من تماس بگیرید. ایمیل من هست info@irqr.net و تلفن من هم 201-416-548-4171.